مراسم یادبود اکبر عیاضی در کابل. رادیو آزادی، صدای آمریکا و تلویزیون ملی افغانستان برای اکبر عیاضی، روزنامه‌نگار شناخته شده افغان، مراسم مشترک یادبود و فاتحه خوانی برگزار کردند. در این مراسم شماری از مقام‌های حکومتی و روزنامه‌نگاران افغانستان حضور یافتند و ضمن فاتحه خوانی به اکبر عیاضی ادای احترام کردند. عیاضی صاحب د افغانستان پر ژورنالیسم کې وډیره وتلې څیره ده، او دا خپل دریزی هغه وخت ثابت کړ چې د ولسمشری د انتخاباتو په ترڅ کې ډیر مهم بحثونه و چلول. پر اختیا سره هم چې دای دی کم افغانانو نه ده چې زه د بی بی سی د پښتو خپرونې مشر وم، جلالی د امریکای غږ مشر و، لیکن دای دی په پراګ کې دی یو درجن ژبی وی چې دغه د ټولو مشري د کوله، نو په دې لحاظ دای ډیر په مختللی و. هر وخت اکبر عیاضی د افغانستان د نومیالی و ژورنالیستانو نه و، هغه وخت چې دی له د پوهنتون محصلو د ژورنالیزم په برخه کې کار کوه، د افغانستان رادیو افغانستان سره، وروسته د افغانستان د رادیو تلویزیون سره همکارو. ډیر یو صمیمي انسان و، ډیر یو تجربه کار شخص و، ډیر یو ښه ژورنالیست و. سید دغه آباد د ژوند یعنی بیخي سړی فکر نه کوه سي عیاضی صاحب د کوم جی ده، د کوم قوم ده، په چا پورې تړلی ده. همیشه ډیر صمیمی و، ډیر خواخوږی و. همیشه غوښتل چې دغه ځوانان په خاص توګه افغانستان په مطبوعاتو کې، په دغه نوي مطبوعات په افغانستان کې د شلو کلونو کې غوښتل چې نوي ځوانان تربیه سي په نوي ټکنالوژي باندې، له نوي اساسات سره بلد دي. سلام، زه اکبر عیاضی یم. افغانستان. آقای عیاضی بیشتر عمرش را در صدای آمریکا کار کرد و اخیرا رئیس بخش آسیای جنوبی و مرکزی صدای آمریکا بود. او پیش از این برای 10 سال رئیس رادیو آزادی بود و ریاست بخش آسیای مرکزی و جنوبی رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی را بر عهده داشت. اکبر عیاضی هفته گذشته در اثر بیماری به عمر 56 سالگی در آمریکا چشم از جهان پوشید و در ایالات ویرجینیا به خاک سپرده شد.